صبحتان بخیر. مجله صبحگاهی است. من مریم خراسانی هستم. در یک ساعت با شما امیدوار هستم شما نیز در برنامه با ما باشین و برنامه را دنبال کنین. امروز مهمان من سعید مصطفی سعیدی رئیس فرهنگی شهرداری کابل است و بحث ما در رابطه با چگونگی نظارت شهرداری کابل است، تخلف های انتخاباتی در قسمت نصب برگه های تبلیغات نامزدان در ساحه های غیر مجاز است. شما مگر در این مورد پرسش و یا دیدگاه دارین و یا شکایت دارین، فرصت خوبی است. میتونین زنگ بزنین، دیدگاه ها پرسشتان با جناب سعیدی در میان بگذارین. ایشان اینجا هستن و شما بسوکو. راه تماس با ما 0791-66-654. این شماره است که شما رو به گونه زنده در برنامه وصل میکنه تا دیدگاهتان با ما شریک بسازین. اگر تماستان برقرار نمیشه، نشانی ما در فیسبوک /1TV Morning Magazine لینک فیسبوک ماست و یا هم به فارسی مجله صبح بنویسین. اونجا میتونین پای پست مرتبط به همین موضوع دیدگاهتان با ما شریک بسازین. اگر دوست داشتین در پیامخانه برای شما باز است، میتونین دیدگاهتان از طریق پیام با ما شریک بسازین. دیدگاه های همه شما در برنامه جا داده میشه، چون این برنامه برای شما شکل گرفته. آغاز برنامه است. صمیمانه از تمام بیننده ما خواهش میکنم زمانی که با تماس میشین صدای تلویزیون تان پایین کنین و یا فاصله بگیرین و اینکه پرسشتان در رابطه با موضوعی که امروز انتخاب کردیم باشه. اگر شکایتی دارین در این مورد، اگر چشم دید خودتان دارین در هر کجای کابل که زندگی میکنین، فرصت از شماست و جناب سعیدی هم به شما پاسخگو. در ادامه برنامه با ما باشین و ما را دنبال کنین. جناب سعیدی خوش آمدین، ممنون که دعوت ما را پذیرفتین. میخوایم نظارت شهرداری کابل در قسمتی که در برنامه یادآور شدم تبلیغات نامزدان در ساحه های غیر مجاز است، شما چگونه نظارت میکنین؟ بسم الله الرحمن الرحیم. با نام یاد خداوند دانا و توانا عرض سلام دارم خدمت شما، همکاران تکنیکی و تمام بیننده عزیز شبکه یک. سپاس ویژه از شبکه یک به خاطر موضوع مهمه که در واقع برمیگرده به تمام شهر و شهروندای عزیز، این برنامه را تنظیم کردن. عرض شب خدمت شما که با در نظر داشت احکام قانون اساسی و نظام مردم سالار یا رسیدن به ارزش های دموکراسی، یک رای رسیدن به پست های انتخابی اما انتخابات است. اما یکی چگونه ما از فرهنگ خوب رسیدن به این پست های انتخابی استفاده میکنیم، این بحث دیگه است. از چند به این طرف همه شهروندان عزیز و مردم شریف مادجریان هستند که انتخابات مجلس نمایندگان در راه است و یک آزمون بسیار کلان است. پیش و پیش ما بر ملت شریف مبارک میگیم. یک بحثش برمیگرده به کارزارهای انتخاباتی نامزدان مجلس نمایندگان سال 97. از شهرهای دیگه اگر بگذاریم، در شهر کابل، یعنی از ولایت کابل، برای رسیدن به 33 کرسی بالاتر از 800 خواهر و برادر و بزرگای عزیز ما خود نامزد کردند. دقیقا با این رقم اما کارزارهای انتخاباتی هم شدت خود می داشته باشه. اما ای که چه تعداد از این عزیزا و سرورای گرامی در مطابقت با قوانین نافذه، طرز العمل ها و ای که سلامت شهر از بین نبرند، زیبایی شهر آسیب نرسانند، این یک بحث است که متاسفانه اکثریت از این دوستای گرامی و کسانی که نامزد مجلس نمایندگان است رعایت نکردند. در قانون اساسی یک حکم داریم که بیخبری از قانون عذر پنداشته نمیشه. ما گله ما از این عزیزایی است که اینا به مسابه روشن فکرها و کسایی که در آینده به این مجلس را پیدا کنن نمایندگی از یک کتله کلان از مردم میکنن، چرا اینقدر ناگاهانه اقدام میکنن و در هر جایی که اختیار خودشان بود دلشان خواست پوستر نصب میکنن، نه ساحه سبز میبینن، نه دیوار مکانهای عامه را میبینند و نه حریم شخصی کسی را رعایت میکنند و نه نظم عمومی شهر را رعایت میکنند. حالا بر بگردیم بر نظارت، آنچه که شما پرسیدین دقیقا کار جدی را شهروالی کابل در هماهنگی با ریاست های محترم نواحی و ریاست عمومی تنظیف، ریاست فرهنگی شروع کرده. از آوان که کارزار انتخاباتی شروع شد، فردایش ما تیم بررسی مشترک را شکل دادیم و همه روزه آن تعداد از اشتهارات غیر قانونی که در
محلات غیر مجاز و خلاف قانون نصب شده جمع‌آوری میشه و برای ستاد انتخاباتی و حتی برای خود نامزدان عزیز گرزت میشه و تماس گرفته میشه که شما به شهرولی کابل مراجعه کنین و آنچه که قانون حکم میکنه در قسمت پرداخت تکس و در قسمتی که در کجا باید اشتارات داشته باشین اقدام بکنین. کار طاقت فرسا است. شما بهتر میدونین که شهر کابل با در نظر داشته امو تاریخ و تمدن پرپیشینهی که داره امروزه به یکی از شهرهای مبدل شده که ده ها چالش را تهدید میکنه. نظم ترافیک، تنظیف، سرسبزی، غصب جایدادها و امثال از اینا، خب این کارزارهای انتخاباتی که بسیار ظالمانه متاسفانه شهر آسیب میزنه یکی از چالش های کلانتر دیگه بود که ما به اون مواجه شدیم. اما به هر حالتش شهرولی کابل مصمم است که نگذارد تا حد توان که کسی حق تلفی بکنه و به زیبایی شهر آسیب بزنه و نظم عامه را خراب بکنه. ما کماکان تلاش های خود ادامه میتیم و خوشبختانه یک تعداد زیاد از کسایی که در روزهای اول تخطی کرده بودند اونا آگاه شدند و در این روزهای اخیر با آن پیمانی که روزهای اول تخطی میشد تخطی نیست و یک تعداد زیادش هم تابع تکس شدن و تکس های اشتارات خود طبق قانون پرداختن. ممنون شما که در این مورد وضاحت دادین. بینده ماری خط از بفرمایید. تماس بینده ما قطع شد. بینده عزیز در ادامه برنامه با ما باشین. میان برنامه میگیریم برمی. ادامه برنامه است. ممنون تان هستم که با ما هستین و برنامه را دنبال میکنین. بحث ما امروز با در رابطه با تخلفی است که از طرف کاندیدهای محترم صورت میگیره، البته در قسمت نصب برگه هایشان در ساحه‌های غیر مجاز. شما اگر در این مورد پرسش و یا دیدگاهی دارین، این فرصت از شماست. میتونین زنگ بزنین دیدگاه ها و پرسش هایتان با سید مصطفی سعیدی، رئیس فرهنگی شهرداری کابل در میان بگذارین. ایشان اینجا هستند، به گونه زنده حرفای شما را میشنون و در این خصوص به شما پاسخ رو. فعلا بینده ماری خط است، بفرمایید. تماس بیننده ما قطع شد. در ادامه برنامه با ما باشین و ما را دنبال کنین. جناب سعیدی، اگر میشه واضح تر بگین تا حالا و چه تعداد کاندیدها تخلف کردن و شما به کمیسیون سهم شکایات شکایت کردین در این مورد؟ تشکر. سوال خوب را مطرح کردین. پیش از او که من پاسخ داشته باشم به این پرسش، ما یک گلایه از کمیسیون مستقل انتخابات هم داریم. سند پیش ما اینجا وجود داره که ما به تاریخ 5 جوزای 1397 سر یک مکتوب رسمی به امضای منصب خدمات شهری شهرولی کابل مسوده یک طرز العمل کاری را به کمیسیون مستقل انتخابات فرستادیم. در اونجا هم ساحات ممنوعه و جایی که باید اشتهارات صورت نگیره، بعض جریمه ها و تخطی هایی که جلوش گرفته شد واضح و تسجیل بود و ما چندین مجلس هم همراه مسئولین محترم کمیسیون مستقل انتخابات داشتیم. چندین نامه و ایمیل اینا تبادله شد، تماس های مکرر داشتیم و ما با تجربه که از گذشته داشتیم و با این کارزارهای شدیده که تعداد نامزدان در سطح شهر کابل خیلی زیاد است پیش بین بودیم که چون این وضعیت پیش میاد. اما متاسفانه بنابر دلایلی که برای ما مشخص نشد، پیش خود کمیسیون مستقل انتخابات است، این حاضر نشدن که همی طرز العمل مشترک امضا شود و به تعقیب از او یک تفاهمنامه مشترک می بود که ما راحت می تانستیم پیگیری کنیم. دلیل حاضر نشدنشون ببخشید جناب سعیدی افتاد، تا هنوز هم برای ما واضح نگفتن. هر بار که ما تماس می داشتیم موضوع از یک بخش به بخش دیگه ارجاع داده می شد، اما چون عمل انجام شده صورت گرفت و کارزارهای انتخاباتی آغاز شد دیگه، بعدش ما پیگیری نکردیم، گفتیم حالا معنای نداره. اما ما منتظر از این بودیم که اگر تفاهم نامه و این طرز العمل اجرایی شود به این وضعیت حداقل نمی رسیدیم.
حالا که در عمل انجام شده قرار گرفتیم، ما از جانب خود از طریق نواحی و از طریق ریاست تنظیف و بخش فرهنگی تیم مشترک را شکل دادیم و هر ناحیه را روزانه تیم بررسی ما، با وجودی که کارکنان بخش فرهنگی خیلی کم هم است، ادامه دادیم و تا حال روزانه صدها اشتهار غیر قانونی را، خصوصا در جای غیر مجاز که امنیت به خطر مواجه می سازه و نظم عامه را خراب می سازه یا به خطر مواجه می کنه و زیبایی شهر آسیب می رسانه، ما جمع‌آوری می کنیم و بعدش تماس گرفته می شه امرای ستادهای انتخاباتی و اینا روزانه ده ها تن از کاندیدان و نامزدان عزیز اشتراک میکنن، سر میزنن به دفتر ما و روند قانونی رو تعیین میکنن. جناب سعیدی اگر اجازه دان باشه ادامه حرف شما را می داشته باشیم بعد از یک تماس به این دیماری خط است، بفرمایید. سلام علیکم، نکته بخاری برای شما دارم، نکته بخاری هم برای میمانی عزیزتان دارم و خدا که نکته به خوش را آغاز کرده باشیم با جمله همکارای عزیزتان. شما سلامت باشین، بفرمایید. من حساب شاوالی در کابل است، ببینیم شما کاندیدای محترم اینا را لب بکنن، زیبایی شهر از بین نبرن و این مشکلات ببینن در ولایت قندوز قدر زیاد است که حتی این باها راه ها را بند کردن اینا، این در چوک قندوز که برای ما یک بت جور کردن اینا، فکر میکنین که یک بت پرستی اینا جور کردن یکی در چوک قندوز دیگه، شما ببینید که راره ها رو بند کردن، خیلی مزاحم شدن، این کاغذ های از اینا در روی سرک میگرد، ببینید به حالت ما هستیم که از شاروال سوی مخترم آن از کابول از کندد از سیوچار ولایتی افغانستان خواهیش میگنید، شما لطف بکنیم با اینا یک برخورد خیلی جدی داشته باشیم که ما از اینا سوالی بخم تقلب میکنم فردا در پارلمان برون این آخواد چی کار کردن، ما از اینا میخواست اینا چی را پای سایتش اینا با یک برخورد با اینا نکردن، اعلانات ندادن با اینا که ما این قانون برای شما تقسیم میکنیم اگر شما بی قانونی بکنید، اینا الان فعلا آمدن که انتخابات برو به خلاصی است، آمدن اینا که والا ما این کار کرده نه، اینا با اینا یک برخورد از اول اینا کار میکردن تا بال ما این مشکلات ها را نمیدیدیم، الان که بگویشان میگه انتخابات وقتش کم مانده زیاد اینا یک پنج شش روز دیگه وقتشان مانده، ولی پایین شست رو دیگه هیچ کاری نمیشه، هیچ جایی نمیگیره، اینا با لکتون شسته شمالگی میگرفتن و اینا اعلانات میدادن، رسانایی میساختن و اینا بعضی که بیقانونی کرده بودن اینا رو به محکمه و برای قانون اسرسین رو معرفی میکردن که ما از جنجالا اینا خلاص میشیم، الان هیچ کاری هیچ جایی رو نمیگیره که ما اگر محترم معامله برای مردم میگرفتی دیگه هیچ جایی نمیگیره، افتا اینا چاپ شد، مشکلات اینا حل شد، اینا هر کاری کردن در مقوقت کردن، آنم دیگه به نظر ما تو آو از آو گفت زگان تا گذشته دیگه هیچ کاری پیکنم نمیشه، امکانش نیست. ممنون خودت و ایستودین عزیز، ظاهرا معلوم میشه که مشکلی که در کابل کاندیدهای محترم ایجاد کردن در تمام شهرها چین مشکلی وجود داره، اما جناب سعید مصطفی سعیدی رئیس فرهنگی شهرداری کابل هستن و مشکل شما هم همچنان مشابه مشکل شهروندای کابل است که در این مورد هم جناب سعیدی اگر دوست داشتن حرف خودشان را می داشته باشن، دومی حرف شما را می داشته باشن. شکر، سپاس از نظر برادر ما که از ولایت کندوز تماس گرفته بودن، دقیقا چون سطح نامزدان در کابل خیلی زیاد است، ما می احساس میکنیم که شدت آسیب رسانی برای زیبایی شهر در کابل بیشتر از دیگر ولایات است. آنچه که دوست عزیز فرمودن، ما اول گام اول همی بود که حدود 4 ماه 5 ماه پیش اقدام کردیم، اما کمیسیون مستقل انتخابات وقت نگذاشت، اما پیش از کارزارهای انتخاباتی ما از طریق شبکه و چنل های ارتباطی شاروالی کابل پیام های خود داشتیم که تبلیغات چگونه صورت بگیره، از کجا صورت بگیره و از کدام آدرس صورت بگیره. چند مورد است که من به ادامه صحبت های خود بگویم. یکی دوست عزیز ما مشاره کردن، این دوستا وقتی که به پارلمان یا به مجلس نمایندگان را پیدا میکنن، اساس ترین وظیفهشون قانونگذاری است، اما اکثریت از اینا، اکثریت نزدیک به کل، از قانون شکنی کار شروع کردن، به خاطر که ما یک قانون مسئول خدمات شهری داریم و ذمه شماره 4 ایج امرای ما است، فقره 2 ماده 5 میگه که نصب، تعلیق، چسبانیدن، حق و تحریر هر نوع اعلانات و تبلیغات در غیر از معلات تثبیت شده شاروالی روی دیوارها، پایه‌ها، درختان و امثالان ممنوع می باشد. و در یکی از ماده های دیگه از همین قانون
این قانون در سال 1393 یعنی در 14 ام جوزا که شماره مسلسل جریده رسمی شو هم 1136 است نافذ شده و فعلا مریول اجرا است. حداقل او کسی که به یک پست بسیار کلانه که نمایندگی از جمع کلان میکنه اگر تمام قوانین مطالعه نمیکنه در راستای از اینکه چگونه کارزار انتخاباتی داشته باشه، چگونه از کدام راه پیدا بکنه، اینا را باید یک سره بزنه، یک مطالعه بکنه. در جای دیگه میگه که تمام اشتهارات دمی قانون است باید خلاف این نظم آمره برهم نزنه، که ما هم خود نص ماده قانون بر شما اینجا میخوانم و بنده عزیزم میشه که و پیش از او کنه ما خدمت بخونم. میگن در صورت نصب اشتهارات وسایل اشتهاری در محلات غیر مجاز علاوه بر جمهوری وسایل اشتهاری مذکور در بدل فی متر مربع مبلغ 10,000 افغانی جریمه هستند. این جریمه هم شامل چی است؟ ماده چهارم از این زمینه شماره 4 قانون مسئول خدمات شهری میگه که وسایل اشتهاری مربوط را طور نصب نمایند که ضرر مالی یا جانی به اشخاص وارد نگردد، در غیر آن طبق احکام قانون مکلف و جبران خسارات میشوند. یعنی یک تعداد خسارات مالی را هم متوجه یا مکانهای عامه کردن یا مکانهای شخصی کردن و در صورت طبق از این قانون در مکانهای عامه در مکانهای شخصی میتونن اینا اشتهارات خود نصب کنن که توافق جانبین وجود داشته باشه. مالک یک تعمیر است یا فروشگاه است یا منزل رهایشی است، او باید موافقه خود داشته باشه، در غیر از او هیچ اجازه نیست. این مورد دیگه ای است که در صورتی که نظم عامه را این اشتهارات برهم بزنه اینا باید برای این ماده سوم اعلانات و تبلیغات نباید مخالف آداب، اخلاق، احکام اسلامی و نظم عامه باشد. در این صورت ما میبینیم که نظم عامه برهم خورده، در جایی که کمره های امنیتی است او را جلوش گرفته شده، در جایی که ساحه سبز است این او شامل نظم عامه است او را برهم زده و مطابق از این قانون ما میتونیم که برای پیگرد قانونی به نهادهای عدلی و قضایی متخلفین معرفی بکنه و رای اساسی شمی است که در آخر وقت اونایی که خیلی تخطی میکنن و به احکام قانون و اصول و طرز العمل های شهرولی کابل وقع نمیگذارن، ما من نیس تخطی کننده های مکرر اینا را به کمیسیون شکایت انتخاباتی معرفی بکنیم. اما اگر ما این کار را بکنیم یا نکنیم کمیسیون شکایت انتخاباتی مسئولیتش است، چرا که ما به وضاحت میبینیم که یک تعداد زیاد از این نامزدهای گرامی تخطی های بسیار مشهود آشکار را میکنند، اما تا هنوز هم ما شاهد برخورد بسیار جدی کمیسیون شکایت انتخاباتی نبودیم. و مورد دیگر اگر جستان باشه جناب سعیدی یک وقفه میگیریم برمیگردیم ادامه شما را میداشته باشیم. بینده عزیز در ادامه برنامه با ما باشیم. ادامه برنامه است. سپاسگزارتان هستم که با ما هستین و برنامه را دنبال میکنین. بحث ما امروز در رابطه با نظارت شهرداری کابل است. تخلف های انتخاباتی در قسمت نصب برگه های تبلیغاتی نامزدان در ساحه های غیر مجاز است. شما اگر در این مورد پرسش و دیدگاه دارین، جناب سید مصطفی سیدی رئیس فرهنگی شهرداری کابل اینجا هستند، به گونه زنده حرفای شما را میشنون و در این مورد به شما پاسخ و راهای تماس با ما 0791-3654. اگر برای این شماره تماستان وصل نمیشه سری به فیسبوک ما بزنین، اونجا دیدگاهتان از طریق پیام و یا کامنت با ما شریک بسازین. دیدگاه های همه شما در برنامه جا داده میشه. فعلا بینده ما روی خط است، بفرمایید. بله، سلام علیکم. سلام به شما. میشنوین صدای شما را داریم، بفرمایید. امید تمام شهر را ببینین شده و خیلی اذیت به مردم میکنه. در مثلا یک اصلا من با منزنسی یک انسان نمیتونم اما اکسای اما را زیر پای کنم. اصلا در اینجا در افغانستان اصلا قانون نیست که با اینا بفهمانه که در یک جا در یک اکسان میشه، در دیگه سرا ببینی نمیتونم که چی کنن. اذیت اکس در یک جا دیگه از زیاد بند کنن، نمیتونم با اونا را محکوم میکنن.
و از یا چی میگیرن چی میگن ترس از تیست از اون میگیرن اصلا در افغانستان قانون رواج نیست؟ ممنون شما، سوال دیگر نداری؟ نه خیلی تشکر. روز شما خوش، تشکر که در برنامه اشتراک کردین. با باور شما تمام شهروندهایی که در شهر زندگی میکنه باید فرهنگ شهرنشین را رعایت کنند. آیا کسانی که خود کاندید پارلمان کردن قرار از داخل پارلمان شوند و از مردم نمایندگی کنند در این مورد ادلاع نداشتن باید آگاهی داده میشد برایشان در این مورد که ضعف از شما بود از کمیسیون و یا از کدام نهاد؟ تشکر. فکر میکنم این مسئولیت های اجتماعی هر فرد است که در زندگی فردی، در زندگی کاری، در زندگی اجتماعی و در زندگی که معطوف به یک آینده روشنه برای خود، برای فرزند خود، برای همشهری و کسایی که در یک مجتمع سطح بزرگتر به نام شهر زندگی میکنن، این مسئولیت باید رعایت بکنن. حالا اگر فرض مثال یک کاندید که یک تعمیر بسیار بزرگ داره، یک خانه بسیار مفشن داره، آیا احساس میکنیم که امیر قم ظالمانه به رویه در جای دل شده باشه، تصویر خود نصب کرده باشه و خودش هم کاندید است، خودش هم نامزد است، حتی در خانه دوستای دورتر خودی کار نمیکنه، اما شهر بیگانه احساس میکنن. در اینجا مسئولیت شهرولی کابل هم دقیقا آنچه شما فرمودین است، اما یک شهری که برای یک میلیون نفوس مثلا گنجایش داشته، امروزه میزبان 6 میلیون، بیشتر از 6 میلیون نفوس با فکرهای مختلف، با فرهنگهای مختلف، با سطح دید مختلف، با سطح سواد و دانش مختلف در اینجا حضور دارن و این شهر تاریخی میزبان بسیار مهربان به کلگی بوده. این دیگه مصبر میگرده به مو شهرونده که چقدر دوست داره، چقدر عشق داره به می شهر خود. هر آنچه که از دستش به رای مثبت میشه اگر انجام بده این شهر زیبا میشه، اگر همینقدر به طرف منفی شدن بریم اینی وضعیت پیش میاد. ما میخوایم اشاره داشته باشم که شیوه کارزار انتخاباتی، خب حالا ما تقریبا در 15-16 سال چندین انتخابات پشت سر گذاشتاندیم، باید آموخته باشیم که تنها نصب عکس و شعار آیا میتونه که جلب توجه یک کتله کلان از شهروندان و جوانان را به خصوص او کسایی که امروز به یک بیداری رسیدن داشته باشه. خب اگر به شعار بر بگردیم، شاید 2% یا 3% شعارهای مطابق به مجلس نمایندگان و وظایف مسئولیت ها نباشه. مثلا تلاک کاری کردن کوچه ها، مثلا وصل کردن کابل به نیویورک، مثلا از بین بردن فقر، مثلا شعارهایی که حتی از صلاحیت مقام عالی ریاست جمهوری بالاتر است. و اون تصویرهایی که اگر همون نامزاده عزیز از نزدیک ببینیم و اون تصویر ببینیم کاملا متفاوت با اندازه و سایزهای مختلف، این میتونه که جلب توجه کنه و یک کتله کلان دوره برای حمایت از عزیزا جمع کنه یا منسجم بسازه. به نظر من فکر نکنم کافی باشه. بین که از شیوه‌های مختلف کارزار انتخاباتی استفاده شود و برای کمپاین استفاده بکنند. مثلا یک روش یک تعداد از جوانایی که نامزد مجلس نمایندگان هستند به دانشگاه ها رفتن، به مکتب ها رفتن، کمک های برای معارف افغانستان کردن، برای به جاده ها و بازار ها و مکان های مزدحم رفتن. اینا عکس خب نه سخن میگه و نه اموسط دانش و درایت و جرأت و جسارت کاری کسی را به نمایش میگذاره. در اونجا معلوم میشه که کسی در میان مردم باشه، درد مردم احساس بکنه و بر از اونا با پیام که از زبان خودش از به اصطلاح بگویه که وقتی که به نمایندگی از یک کتله در اونجا حضور پیدا میکنه برای 5 سال یا 4 سال چی کار را میکنه. یا یک تعداد از دوستای دیگه مثلا ما شاهد بودیم که حالا ما به من خاطر اکثریت گفتم، یعنی تمام نگفتم، یک تن از کاندیدای عزیز به ما تماس داشت که خدا کنه در این روزا او عملی شده باشه، گفت ما یک 20 پایه یا 20 اراده از این اراده یا وسایتی به نام زرنج میگن که زبالار انتقال میده او رو خریداری میکنم و یک 40 نفرم برای جریان امی کارزار انتخاباتی معاش برش تعیین میکنم. حداقل اگر تمام نواحی و شهر کابل نمیشه، یک چند نواحی که مربوط به موسوی نفوذ ما است اینا را روزانه پاکوری کنم و در اون وسایت ما اشتهارات خود نصب میکنم.
یکی دو نامزد دیگر ما دیده بودیم که بعض ساحات سبز و درختان چند ساحه را با تانکرهای آب آبیاری میکردن و در دور و دور امو تانکرها اشتهارات و تصویرهایشان بود. یکی دیگر ما دوستا برای ما گفتن در چند ناحیه به خاطر مبارزه با استفاده از خریطای پلاستیکی که خیلی از نظر صحی مشکلزا است، در چند خبازی پاکت های کاغذی را مزین با متصویر و شعار و نشان انتخاباتی خود ساخته بود و به نواحی به خبازی های همون چند ناحیه توزیع کرده بود که هم به خانه ها انتقال شد و هم جلوگیری شد و از استفاده بروی خریط های پلاستیکی. یکی دو نامزادای دیگه که از جوانای روشن فکر و تحصیل یافته است، اینا به جای از اینکه اینم قدر مصرف کنند خوازه و بلبورد و شعارهای کلان به اصطلاح تصویرها و عکسهای کلان داشته باشند، رساله را نوشتند در رابطه با مو اهداف و مرامنامه کاری خودشان. این موارد است که میشه از این شیوام استفاده، شبکه های اجتماعی است، رسانه ها است، نهادهای مدنی است، مناظره ها است. از اینجا من فکر میکنم بیشتر اینا میتونند که نفوذ بکنند به هوادارای خود و رای جمع کنند. ممنون شما، ممنون که در این مورد وضاحت دادین. بیننده ما روی خط است، بفرمایید. صبح بخیر، سلام خدمت شما و مهمان محترم برنامه. شما سلامت باشید. سوال من است که زیادترین تخلفات در شهر کابل در کدام ناحیه از طرف کنیزای صورت گرفته و آیا لیست از متخلفین است؟ به طور رسمی شما به کمیسیون شکایت های انتخاباتی گسیل داشتین و اجرات از او در این زمینه چی بوده و آیا شما با کمیته نظارتی کمیته شکایات انتخاباتی چقدر ما هنگ بودین در طول پروسه نظارت تان؟ تشکر. ممنون شما، روزتان خوش. پاسخ شما جناب سعیدی. تشکر از برادر عزیز که تماس گرفتن. من فکر میکنم که در تمام نواحی شهر کابل متاسفانه در یک هفته یا در روز گذشته تخلفات از طرف کاندیدا در قسمت نصب تصاویر و عکسایشان بود، خصوصا در روزهای اول، یعنی روز جمعه چون رخصتی بود یک بارگی چهره شهر و سیمای شهر را تغییر دادن و خیلی ظالمانه برخورد صورت گرفته بود و سر از شنبه و یک شنبهش ما به جمع‌آوری اشتهارات غیر قانونی پرداختیم و امروز یک نظم نسبی را دوباره به وجود آوردیم. زیادتر در نقاط مرکزی شهر کابل، پلای هوایی، درخت ها، پایه های برق، من قبلا هم گفتم مطابق قانون اونا اجازه نداره، ساختمان های شخصی و دولتی، دیوارها استفاده شده، در غرب کابل، در شرق کابل، در شمال کابل، یعنی هیچ نقطه نمانده. ما در تمام سطح کابل نظارت و بررسی خود داریم. اینجا خیلی زیاد تخلف صورت گرفته بوده. تا هنوز ما با کمیسیون شکایت انتخاباتی لیست شریک نساختیم، بنابرای که امونایی که اشتهارات غیر قانونیشان جمع‌آوری شد دوباره سر زدن و ما در امی جریان بالاتر از 2 میلیون افغانی و از تکس انفرادی که روزانه ستاد انتخاباتی مراجعه کردن ما شامل عواید دولت ساختیم و این روند تا هنوز هم ادامه داره. ما با کمیته مطبوعاتی آقای صدیقی صاحب که از تماس های داشتیم، اما بنابر مصروفیت هایی که داشتن کار مشترک را تا هنوز نداشتیم، اما تماس ها وجود داره. ممنون شما، بیننده ما روی خط است، بفرمایید. تماس بیننده ما قطع شد. بیننده های عزیز در ادامه برنامه با ما باشین، یک وقفه میگیریم، ادامه برنامه مجله صبح است. بازگزارتان هستم که با ما هستین و برنامه را دنبال میکنیم. بحث ما امروز در رابطه با چگونگی نظارت شهرداری کابل از تخلف های انتخاباتی است در قسمت نصب تصاویر کاندیدها. اگر شما در این مورد، البته نصب تصاویرشان در ساحه‌های غیر مجاز، شما در این مورد اگر پرسش و یا دیدگاهی دارین، امروز فرصت خوبی است، میتونین زنگ زده دیدگاه ها و پرسش هایتان با جناب سعید مصطفی سعیدی، رئیس فرهنگی شهرداری کابل
در میان بگذارین. ایشان اینجا هستن، حرفای شما را میشنون و به شما پاسخ و شماره که روی تصویر میبینین شما را به برنامه وصل میکنه. اگر تماستون برقرار نشد سر به نشانی فیسبوک ما بزنین، اونجا دیدگاهتان یا از طریق کامنت و یا هم اگر دوست داشتین پیام کنین، ما دیدگاه های همه شما را در برنامه جا میدیم. فعلا بیننده ما روی خط است، بفرمایید. تماس بیننده ما قطع شد. میشه جناب سعیدی در رابطه با عکسایی که در خوازه ها نشر میکنن و در جاهایی است که اکثر شهروندان فکر میکنن غیر قانونی است، شما در جریان هستین، در هماهنگی با شما است؟ خیر، تشکر. موضوع خوب را مطرح کردین. یک اشاره داشته باشم که در سطح شهر کابل از طریق 24 شرکت دارای مجوز که برای تبلیغات و اشتهارات، یعنی شرکت های تبلیغاتی است و رئیس سرشده وزارت محترم تجارت که قبل اداره آیسا بود و همچنون رئیس سرشده بخش فرهنگی شهرولی کابل است و اینا تکس پرداخت میکنند و تمام فعالیت هایشان در هماهنگی و با اجازه ریاست فرهنگی شهرولی کابل صورت میگیره از طریق ما و از طریق نواحی. ما 800 بلبورد ثبت شده و رجیستر شده در سطح شهر کابل داریم و حدود 200 بلبورد دیگه هم از نهادهای دولتی، از بنیادهای قهرمان ملی، بنیاد مارشال صاحب فهیم و بعضی بزرگای دیگه است. یعنی اونایی که ما تبلیغات در بدل پول بتونیم مدیریت کنیم، ما 800 بلبورد است. اما وقتی که ملاحظه شد تعداد نامزدان بالاتر از او بلبوردا بود، یعنی بالاتر از 800 نامزد بود، اگر تقسیمات میشد به هر کس یک دانه نمی رسید. بنان ما گفتیم چون تقاضای نامزدان مجلس نمایندگان هم مبنی بر نصب تصویرهایشان به اندازه بلبورد ها، یعنی 3/6 بود، ما موقتا خوازه را مد نظر گرفتیم برای همین مدت زمانی محدودی که کارزار انتخاباتی است و ما یک شرایط را به او گذاشتیم که زمان نصب و زمان برداشتنش مشخص است و هر کسی که مراجعه میکنه ما ایره تعهد کتبی از پیشان گرفتیم و تعدادش که یعنی از برای هر نامزد از 5 دانه تا نهایتش از 10 دانه زیاد اجازه نیست و دوم ای که از چهارراه‌ها حدود 30 متر باید فاصله داشته باشه. اما متاسفانه مورد آخر را رعایت نکردن، حتی در خود ساحات سبز چهارراه‌ها خوازه نصب شد و موارد دیگه که تضمین است و تعهد است ما کتبی از پیشان گرفتیم و تعداد ما محدود میسازیم، مشخص میسازیم. از این نتیجه گپ ای بود که از این فیصله تصمیم ما نتیجه ای بود که هم یک مقدار آیده برای شهرولی کابل برای رسیدن و پرداختن برای عرضه خدمات شهری دیگه بالا ببریم و همچنان او عزیزایی که میخواین با مجلس نمایندگان را پیدا بکنن بتونن تبلیغات به سطح کلانتر هم استفاده کنن. ممنون شما جناب سعیدی، به جایتون یک تماس با پاسخ میگیم. بینده ما روی خط است، بفرمایید. سلام به شما، بلندتر حرف بزنیم. جور بخیر، سفی موضوع پرادانت کتلو صدای شما رو درسید درست نداریم، بفرمایید. بله. سلام به شما، بفرمایید. بله. بلندتر حرف بزنید. بله. بینده ما حتما در رابطه با موضوع برنامه سوال ندارم. بینده از اگر در رابطه با موضوع برنامه ما سوال یا دیدگاه ندارین، بهتر است تماس نگیرین، بگذاریم زمانه به او بینده ما که واقعا میخواین در این مورد پرسش و دیدگاه داشته باشن. چیز کم و بیش 2 هفته به زمان برگزاری انتخابات مانده. جناب سعیدی، قرار است این تصاویر تا چه زمانی در شهر کابل همینطور ادامه داشته باشه و باشه؟ طبق قانون انتخابات و طرز العملی که است، تا جایی که من به یاد دارم، پیش از برگزاری انتخابات 48 ساعت یا 2 شبانه روز زمان سکوت که کارزار انتخاباتی غیر قانونی است، تا اون زمان میتونن اینا کارزار انتخاباتی داشته باشن. خب ما تلاش مبایی است که یکی 2 روز بعد از برگزاری انتخابات دیگه شهر کابل به حالت عادی خود برگرده و تمام تصویرها و اشتهارات که هست، چی در ساحات قانونی چی در ساحات غیر قانونی را که تا اون دم ما تلاش میکنیم کلش را جمع کنیم، جمع شده و حالت عادی
بر شهر دوباره برگشتانده شوه. و خواست ما از ستاد انتخاباتی نامزدان عزیز ای است که دل بسوزانند به می شهر، اینمی شهر با مشکلاتی که داره آبروی مشترک ما است. ما دهها دیپلمات، دهها مهمان خارجی، ده کنفرانس های کلان می داشته باشیم. ما در صد کشورهای منطقه و در صد کشورهای همسایه رقیبای مختلف داریم. دل بسوزانند، حالا اینمی شهر از خودشان است. اگر احساس بیگانگی دارن او بحث دیگه است. اگر واقعا دلسوزی دارن و فکر میکنن به می شهر، زیادتر از این آسیب نرسانن و همگام باشن و همکار باشن با بخش فرهنگی و بخش تنظیف شهروالی کابل و اینمی وضعیتی که به وجود آمده ایره دوباره پاک بسازن و حالت عادی برگرده. ممنون شما. یک مشکل دیگر هم که وجود داره، نمیدونم چقدر به شما برمیگرده، نسب تصاویر روی یک تصویر دیگر که اکثرا شکایت هم در این مورد دارن، مسئولیت شما است در این مورد پیگیر باشین یا خیر؟ مستقیما این مسئولیت ما نیست، برمیگرده به مو اخلاق و رفتار انتخابات که کارزار انتخاباتی که به صورت سالمش باید باشه. حالا این شهر اوقدر کوچک هم نیست که به هیچ کس جای نباشه برای کارزارهای انتخاباتی قانونیشان. یک تعداد متاسفانه نه تنها که بسیار ظالمانه و غیر مسئولانه در جایی که دلشان شد پوستر رو با چسب های بسیار غلیظ استفاده میکنن که همون سلامت دیوار و درخت و ساعت سبز از بین میبره، بدتر از او که همون نظم نسب یک اشتها رو رعایت نمیکنن. یک طرف بلند، یک طرف پایین، که باز طوفان و شمالیم که میشه او را یک وضعیت دیگه میده. یک مورد دیگه که شما اشاره کردین، پاره کردن و تخریب اشتهار یک نفر، یا بدون از این کور تخریب کنن مستقیما بالای از او با یک چسب بسیار غلیظ دیگه از او استفاده میکنن که خودش نه از نظر اخلاق اجتماعی و نه از نظر کارزارهای انتخاباتی سالم مورد خوب نیست. در این راستا هم توجه همو تیم کمپاینرهای کارزار انتخاباتی عزیزا را میخواییم از او صرف نظر کنن بهتر است. ممنون شما جناب سعیدی که امروز وقت گذاشتین و بگونه زنده در برنامه حاضر شدین و بیندیم و پاسخ بودین. روز شما خوش. تشکر. لطف کردیم. بیننده عزیز تشکر از شما. شب و روزتان خوش. خدا نگهدار همه ایتان.